Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Bu sırada videoyu farmakoloji kliniki, bahçe farmakoloji kalbi, dersim ruz der mavrde advi xanaq sadri ast ya advi anti angina. Qabl az inki ma shoma roye xanaq sadri sohbat kunem, yak istilah ast ba name iskemi, tarif me dashte bashem az iskemi. Iskemi waqti jiryan khun ba taraf yak organ kash payda mekune, in halat ba name iskemi yad mekune. یعنی وقت جریان خون به طرف یک ارگان بنابر هر دلیل پاتولوژی که وجود می داشته باشه کمتر میشن میگن عضو یا همو ارگان مصاب اسکیمی شد یعنی جریان خون برش کمتر رسید خب اسکیمی چرا با وجود می و چی تاثیرات را بالای حجرات بدن ما و شما داره شما میفهمین که خون مواد مغذی و اکسیژن انتقال میده وقتی که خون انتقال میکنه اکسیژن و مواد مغذی را همراه خود به طرف حجرات انتقال میده که از جمله از اینا مهمترینش اکسیژن میباشد اکسیژن چرا چون حجرات بدن ما و شما اکسیژن تحت پروسه ایروبیک ریسپایرشن استفاده میکنن و ای تی پی تولید میکنن شما از بیوشیمی میفهمین فرض مثال گلوکوز تحت پروسه ایروبیک ریسپایرشن قرار میگیره با استفاده از اکسیژن ما و شما گلوکوز با ای تی پی تولید میکنیم بعدا ای تی پی که ساخته شد به خاطر انجام وظایف حجروی استفاده میشه یعنی امی اکسیژن به خاطر انجام وظایف حجروی فوق العاده ضروری است پس وقتی که جریان خون کم میشه اکسیژن هم کمتر انتقال میکنه وقتی که اکسیژن کمتر بود ای تی پی هم کمتر ساخته میشه در نتیجه ای تی پی کمتر منجر به کاهش وظایف حجروی میشه وقتی که وظایف حجروی کمتر شد حجره طبعا کمتر کار میکنه نظر به یک حجره نرمال حجره کمتر فعالیت میکنه تفاوت بین اسکیمی و نکروزیس در چی است یا نکروزیس که ناشی از کمبود جریان خون با وجود میآید شما بهتر میفهمین که در اسکیمی بندش قسمی شریان واقع میباشد یعنی جریان خون وجود داره اما قسما کاهش پیدا کرده بنابر هر دلیل پاتولوژی که وجود داره که فرض مثال در این مثال ما شما یک پلاک اتروسکلروتیک در نظر گرفتیم اما نکروزیس چی وقت با وجود میاد در حجرات که عاملش کاهش جریان خون باشه وقتی با وجود میاد که شریان کاملا 100% مسدود باشه وقتی که جریان خون کاملا روی حجره مسدود میشه اکسیژن اصلا نمیرسه ای تی پی ساخته نمیشه فعالیت های حجره بر هم میخوره در نتیجه حجره مروز به نکروزیس میشه حالا اگه این مثال ما شما در امراض قلبی بتیم چون مبحث ما امراض قلبی است پس اسکیمیک هارت دیزیز حالتی است که جریان خون وجود داره اما کمتر از نرمال که انجینا پکتوریس یا خناق صدری یکی از امراض اسکیمیک قلبی است اما وقتی که جریان خون کاملا مسدود میشه این حالت ما شما به نام مایوکاردیال انفارکشن یاد میکنیم یا ام آی یا به شکل خلاصه از بین رفتن حجرات قلبی خب تعریفی از خناق صدری می داشته باشیم میگن زمانی که تعادل بین عرضه اکسیژن و تقاضای اکسیژن بر هم میخوره انجینا پکتوریس ظهور میکنه چی معنا میده تقاضا چی است عرضه چی است طبعا تقاضای اکسیژن توسط حجرات مایوکاردیال است یعنی حجرات مایوکاردیال میخواهند که 100% اکسیژن به دست بیارن اما در مقابل چون اویه یک صدمه دیده یا فرض مثال یک پلاک در اتروسکلروتیک تایش به وجود آمده نمیتونه که 100% خونه به قلب برسانه به حجرات مایوسایت رسانده نمیتونه مثلا میرسانه فقط 50% خون اینی حالت است چون 100% تقاضاست عرضه 50% است در این صورت عدم تعادل بر وجود میآید و انجینا پکتوریس ظهور میکنه انجینا پکتوریس مهمترین وصفی که داره چست پین است یا درد صدری درد صدری که آن واقع میشه شدید است و فشار دهنده است یعنی وصف درد صدری انجینا پکتوریس
ایسه وصف می داشته باشد و وصف اساسیش ای است که امکان داره رادیت کنه یا هم به سایر نواحی انتشار پیدا کنه. به کجا؟ به گردن، به لاشه، به پشت و به بازو که در بیشتر اوقات به طرف چپ انتشارش با وجود میاد. پس وقتی یک شخص با درد صدری پیشتان میاد و میگه که درد در حالت با وجود میاد که مثلا ما شاید ورزش میکنم یا درد به طرف بازوی دست چپم یا به طرف لاشه چپم انتشار میکنه، چیزی که بار اول در ذهنتان خطور میکنه او انجینا پکتورس است که امکان داره شخص خناق صدری داشته باشه. اما بعضا بعضی مریض ها نزد شما ظهور پیدا میشن یا مراجعه میکنن که اتیپیکال سمپتومز می داشته باشن، هر راز غیر معمولی می داشته باشن، مثلا اندایجشن سویازما می داشته باشن، نازیا یا دلبدی قیات می داشته باشن و یا هم عرق ریزی می داشته باشن. یعنی شما وقتی یک مریض با این اعراض هم میبینین، بازم یکی از دلایل این اعراض انجینا پکتورس فکر میکنین. بعد از اخذ تاریخچه دقیق، انجام معاینات دقیق، شما میشه که به تشخیص نهایی برسین. اما اگر اعراض مثلا چون چست پین که انتشار میکرد یا هم اعراض مثلا اندایجشن، نازیا، فامیتنگ و دیافورس سمیدین، یکی از تشخیص های احتمالی شما باید انجینا پکتورس باشه. ما شما چند نوع انجینا داریم؟ نوع اول استیبل یا کلاسیک یا هم تیپیکل انجینا است. انجینا ثابت. چرا این را ثابت میگن و کدام مشخصات داره؟ ثابت به خاطر از این میگن که در انجینا استیبل درد همیشه یکسان است و درد همیشه در حالتهای افورت باوجود میاد، در حالتهایی که شما کار میکنین، مثلا فیزیکال اکتیویتی می باشه یا ایموشنال استرس می باشه یا هم هیجانات می باشه که منجر به افزایش فعالیت قلبتان میشه. اینا شما در نظر میگیرین که اویه کرونری است و دیجا یک پلاک اتروسکلروتیک وجود داره که 50% اویه را بند ساخته. وقتی که شخص آرام از استراحت کرده اصلا کدام درد نداره، اما وقتی که فعالیت فیزیکی میکنه یا وقتی که استرس پیدا میکنه یا وقتی که هیجان پیدا میکنه، در این حالت ها بعضا برش خناق صدری یا درد پیدا میشه. علتش چی است که در حالت هایی که استراحت کرده قلب کمتر فعالیت میکنه و به میخون کمی که میگیره بسنده است و اصلا کدام اعراض نشان نمیده، اما وقتی که فعالیت های فیزیکی انجام میشه و منجر به افزایش فعالیت قلبی میشه، چون میفهمین در حالت فیزیکال اکتیویتی آرتریت و کانترکتیلیتی افزایش پیدا میکنه، در استرس و اکسایمنت هم سیستم سمپاتیک تنبیه میشه، آرتریت و کانترکتیلیتی زیاد میشه، در نتیجه تقاضای قلب بیشتر میشه و قلب خون بیشتر میخواد. اما چون پلاک اتروسکلروتیک وجود داره، کورونری وزل قسمی مسدود شده، خون بیشتر رسانده نمیتونه، در این حالت است که درد با وجود میاد. مشخصه ای که ما شما چرا ایر استیبل انجینا میگیم، یکی از مشخصات شمی بود که در حالتهایی که فعالیت قلب زیاد میشه با وجود میاد، یعنی در حالت استراحت وجود ندارد. دوم فیکست ابستراکشن است، یعنی بندشی که در کورونری وزل وجود داره فیکس است، اصلا تغییر نمیکنه، یعنی نه زیاد میشه نه کم میشه و میخاطری را ثابت میگن. معمولا یک شخص وقتی استیبل انجینا داشته باشه درد پیدا میکنه و احساس فشار یا هم احساس درگرفتن در خود صدرش، یعنی فکر میکنه که این قسمت صدرم درگرفت یا هم یک احساس فشار میکنه در صدر خود، که اینی اعراض معمولا در استیبل انجینا دیده میشه. بعضا هم بیشتر گفتیم که جی آی پریزنتیشنز می داشته باشه، که جی آی پریزنتیشنز بیشتر در خانم های دیده میشه، در اشخاص که دیابتیک هستن و همچنان در اشخاص کهنسال. پس اگر یک شخص کهنسال یا دیابتیک یا یک خانم نزد شما مراجعه میکنه که جی آی پریزنتیشن داره، شما یک تشخیص احتمالی انجینا پکتورس میگذارین و یک تشخیص احتمالی مشکلات هضمی. بعد از اون نظر به اخذ تاریخچه دقیق، نظر به معاینات که انجام میدین، رول اوت میکنین و بالاخره به تشخیص نهایی میرسیم.
به خاطر از اینکه پریود آف تایمش یا زمانی که با وجود میاد و مدتی که این درد دوام میکنه همیشه یکسان است. یعنی از شما از مریض وقت تاریخچه میگیرین، مریض میگه که همیشه وقتی که ورزش میکنم با این با وجود میاد و همیشه 5 دقیقه دوام میکنه، 5 دقیقه بعد وقتی که من آرام میشینم استراحت میکنم درد از بین میره. در این خاطر شما ای را استبال میگن. اما اگر مثلا مریض حکایت کنه که بار اولی درد 5 دقیقه دوام کرد، بار دوم 10 دقیقه، بار سوم 15 دقیقه، بالاخره 20 دقیقه دوام کرد، اینی را انستیبل میگن، چون جریان درد افزایش پیدا کرده. ای به این معنی است که امی مسدود بودن کورنری که با وجود آمده آهسته آهسته افزایش پیدا میکنه و درد مریض نظر به زنبان، نظر به پیشرفت حالت مرضیش بیشتر شده میره. اما اگر حکایه میکنه که همیشه یکسان است، همیشه وقتی که استراحت میکنم خوب میشه، در نتیجه شما به تشخیص استیبل انجینا نزدیکتر میشین. یک تیپیکل کیس یا یک شخصی که معمولا می داشته باشه انجینا پکتورس چی می باشد؟ یک شخص به شما میاد که چست پین داره و این چست پین بعد از یک اکسرسایز یا بعد از یک تمرین برش به وجود آمده و بعد از اینکه شخص نایتروگلیسرین گرفته یا همی که استراحت کرده دردش دوباره گم شده. شما وقت اتو یک شخص هم میبینین که براتون حکایه میکنه که دکتر صاحب من ورزش میکردم، دفعتن برام درد صدری پیدا شد، وقتی که ورزش را ترک کردم رفتم در یک گوشه نشستم، 5 دقیقه بعد درد صدری کاملا از بین رفت. شما اینجا با استیبل انجینا فکر میکنین. در این تصویر شما میبینین وقتی که 50% ابستراکشن کورونری وزلز وجود داشته باشه، این پتانسیل به خاطر انجینا داره و مریض عراض نمی داشته باشه، چون عراض وقتی به وجود میاد که 70% و یا هم بیشتر از 70% کورونری وزلز بند شود. یعنی یک شخص شاید 50% اوی کورونریش بند باشد، اما نه در حالت استراحت نه در حالت ورزش برش کدام درد پیدا نمیشه. اما اگر بندش که بالاخره به 70% میرسه، در حالتهای استراحت درد نمی داشته باشه، اما در حالتهایی که اکسرسایز میکنه یا در حالتهایی که فعالیت قلبیش زیاد میشه درد خناق صدری برش با وجود میایه. و تاثیرات وازو دایلتور به شما در جنشان داشته، پیشتر دیدین که اوی 70% بند شده بود، مسدود شده بود. وقتی که وینو دایلتور شما میتین یا وازو دایلتور بر مریض میتین، چون اویه دایلت میکنه جریان خون زیاد میشه، پس ابستراکشن از 70% پس به 30% میرسه و شخص درد انجینش از بین میره. دوم، انستیبل انجینا داره. انستیبل انجینا انجینای غیر ثابت است، یعنی حالتی است که بین استیبل انجینا و ام آی قرار داره. یعنی یک شخص اول استیبل انجینا می داشته باشه، با مرور زمان وقتی که اویه کورونریش دیگه هم مسدود شده میره، بار اول کمتر می باشه، بار از آستا آستا بیشتر میشه، بالاخره بیشتر میشه، یعنی تبدیل میشه به انستیبل انجینا که بالاخره تبدیل میشه به مسدود شدن کامل کورونری وزلز و ام آی به وجود میاد. پس انستیبل انجینا یک مرحله است که بین استیبل انجینا و ام آی وجود داره. چیگونه شما این را تشخیص میکنید؟ باز هم میگم که توسط درد صدری. از مریض تاریخچه میگیرین که درد صدری چی وقت با وجود میاد، چقدر فریکونسیش هست، یعنی چی وقت با وجود میاد، برد وقتی که با وجود میاد چقدر دوام میکنه و شدتش چقدر میباشه. و در مراحلی که انستیبل انجینا بسیار پیشرفته میشه، مریض به شما حکایت میکنه که دکتر صاحب وقتی که عادی قدم هم میزنم برام درد صدری پیدا میشه، سابق این رقم نبود. مثلا به شما تاریخچه میده که 3 ماه قبل وقتی که ورزش شدید میکردم درد صدری برام پیدا میشد، آستا آستا حال در حالت رسیدیم که فقط پیاده هم که میرم درد صدری برام پیدا میشه. شما در اینجا فکر میکنیم که درد صدری نظر به پیشرفت زمان، نظر به پیشرفت مرضی زیادتر شده، پس این شخص انستیبل انجینا داره و در خطر ام آی قرار داره. کلاسیک کیس یا کیس معمولیش چی است که یک شخص به شما میاد که درد صدریش بیشتر از 20 دقیقه دوام کرده باشه، نیو آنست انجینا داشته باشه، دفعتن برش انجینا پیدا شده باشه،
یا همی که increasing angina داشته باشه، انجینایی که با مرور زمان دردش زیادتر میشه، و یا همی که دفعتاً shortness of breath برش پیدا شده یا کوتاهی نفس. مشخصه دیگه که انستبل انجینا داره ای است که با استراحت و نایتریگلیسیرین با قدر جواب نمیده. چون ما شما گفتیم که در انستبل انجینا بندش شیریان کرونری بیشتر میشه، با مرور زمان بیشتر شده میره و قلب با رست و نایتریگلیسیرین آرام نمیشه دردش. چرا؟ چون شما میفهمین که قلب باید خون خود بگیره، فرق نمیکنه که حالت استراحت است یا حالتی که ورزش میکنه. اگر بندش زیادتر میشه، مثلا از 90% بیشتر میشه، در این حالت باید ما شما دفعتن مریض بستری بسازیم و تداوی اگریسیف و بالایش شروع کنیم. چرا؟ چون گفتیم که انستبل انجینا در خطر ام آی است و ام آی باعث مرگ مریض شده میتونه. پس زمانی که شما یک مریض انستبل انجینا را در شفاخانه مواجه میشین، دفعتا مریض بستر میشه، اهتمامات و تداوی برش گرفته میشه تا اینکه از ام آی جلوگیری کنیم. نوع سوم انجینا به نام پرنز متال انجینا یا واریانت یا وازو سپاستیک و یا هم رست انجینا یاد میشه. یعنی هر کس به یک نام مشخصی را یاد میکنه، اما تمام از اینا یک انجینای را نشان میده که در حالت استراحت واقع میشه. یعنی یک شخص اگر به شما میگه که دکتر صاحب آرام شیشتیم، یک دفعه برام درد صدری پیدا میشه، اصلا نه ورزش کردیم، نه قدم زدیم، نه در کدام جای بالا شدیم، دفعتن برام انجینا پیدا میشه، دفعتن برام درد صدری پیدا میشه، شما مستقیم چیزی که فکر میکنین با پرنز متال انجینا فکر میکنین. علت پرنز متال انجینا بندش شیریان کرونری نیست، بلکه سپازم شیریان کرونری است. یعنی شیریان کرونری کاملا راحت و کاملا عادی است، اما وقتی که سپازمش با وجود میاد، بنابر هر دلیلی که میباشه که دلیلش شناخته نشده، شیریان کرونری خود کوچک میسازه، سپازم میکنه. در نتیجه از این جریان خون به طرف مایوکارد کم میشه و شخص همو درد انجینا پیدا میکنه. دواهای وازو دایلتور موثر هستند. چرا؟ چون شما میفهمید که وازو دایلتور پس شیریان را تبدیل میکنه به حالت قبلیش و اسپازم از بین میبره. کدام وازو دایلتور خواه؟ مثلا نایتروگلیسرین، مثلا کلسیم چینل بلاکرها. در شما میبینین که وقت رستینگ انجینا یا انجینایی که در حالت استراحت به وجود میاد، و انجینه است که 99% ابستراکشن یا 99% بندش با وجود آمده باشه. اگر پلک اتروسکلروتیک باشه، ما شما ایر انستیبل انجینا میگیم، و اگر عاملش پلک اتروسکلروتیک نباشه بلکه خود اویه سپازم داشته باشه، در صورت ما شما ایر پرنز متال یا هم واریانت انجینا یاد میکنیم. اکیوت کورنری سندروم چی است؟ یک سندرومی است که به شکل حاد ناشی از مشکلات اویه کرونری با وجود می آید. این یک حالت امرجنسی است، به خاطر همی که اکیوت است. چه وقت با وجود می آید؟ چگونه با وجود می آید؟ زمانی که پلاک اتروسکلروتیک رپچر بکنه. شما می فهمین که وقتی یک پلاک اتروسکلروتیک ایجاد می شه، اگر به شکل عادی باشه کدام مشکل نداره و بندش جریان خون وجود داره، اما مثلا باعث مشکلات جدیتر نمیشه، فقط شخص استیبل انجینا می داشته باشه و کدام مشکل دیگه نداره. اما اگر این پلک رپچر بکنه، یعنی این پلک پاره شوه، شما میفهمین که وقتی یک قسمتی از اویه رپچر میکنه، سیستم کوگولیشن کاسکید ما شما فال میشه یا سیستم هموستاسیس فال میشه و میخواد که همین قسمت کرپچر کرده را ترمیم بکنه. در نتیجه پلاتلت میان وصل میشن. بعد از پلاتلت میفهمین که فیبرینوجن به فیبرین تبدیل میشه و یک علاقه فیبرینی تشکیل میکنه که این علاقه امکان داره که باعث بندش مکمل شیریان کرونری شوه. یعنی پلاک اتروسکلروتیک عادی وجود داشت، کدام مشکل شخص نداشت، وقتی که رپچر کرد باعث تشکیل
ترومبوز شد. ترومبوز شما میفهمین که یک سابستانس یا یک مولکول است که توسط کوگولیشن کاسکید ساخته میشه به خاطر جلوگیری از خونریزی. اما وقتی که بیشتر از نرمال ساخته میشه، چون پلاک اتروسکلروتیک اویه را مسدود ساخته، وقتی که بالای از اون ترومبوز هم تشکل میکنه، شریان کاملا مسدود میشه، جریان خون به طرف مایکارد کمتر میشه و می خاطر مایرا حالت اکیوت کورنری سندروم میگیم. که اگر این بندش توسط ترومبوز به شکل قسمی بود، باعث انستیبل انجینا میشه. اما اگر به شکل مکمل شریان بسته شد، باعث ام آی میشه. پس اگر یک پلاک اتروسکلروتیک رپچر پیدا کنه و حجرات پلاتلت ما شما بیان به جا وصل شوند، بر از فیبرینوجن به فیبرین تبدیل شود، در نتیجه ترومبوز تشکل کنه و به شکل قسمی تشکل کنه، حالتی که با وجود میه انستیبل انجیناست. ما شما پیشتر گفتیم که انستیبل انجینا هم یک حالت شدید است، باید مریض بستری شود. اما اگر به شکل مکمل اویه را مسدود میسازد، در این صورت باز ام آی تشکل میکنه. مایکاردال انفارکشن چی است؟ چی وقت با وجود میه؟ ما شما پیشتر گفتیم که زمانی که اویه کورونری به شکل مکمل بسته شود، مایکاردال انفارکشن با وجود میه. پیشتر گفتیم که جریان خون به خاطر انتقال اکسیژن ضروری است. وقتی که اکسیژن نبود، حجرات مایوسایت مصاب به نکروز میشن. کمیره ما شما به نام مایکاردال انفارکشن یا ام آی یاد میکنید. به خاطر تشخیص از اینکه شخص های ام آی را سپری کرده یا خیر، ما شما از بایو مارکر ها استفاده میکنیم. بایو مارکر ها یعنی معاینات خون برای مریض میتیم، یک سلسله مرکبات مشخصه جستجو میکنیم که در خون وجود داره یا خیر. مثلا تروپونین را چک میکنیم و سیکایمبی را چک میکنیم. اگر تروپونین و سیکایمبی در خون شخص بلند باشه، دلالت به مایکاردیال انفارکشن میکنه. چیزی که باید داشته باشین اونی است که تروپونین امکان داره که فرض مثال حدود 2 هفته در خون شخص بلند باشه، اما سیکایمبی به شکل حاد بلند میره، اما در ظرف چند روز دوباره مقدارش کاهش پیدا میکنه. پس اگر شما گاهی تروپونین بلند دیدین اما سیکایمبی را ندیدین، ای به ایمان است که از مایکاردال انفارکشن حدود 1 هفته یا 9 روز سپری شده. و دوم حالتی که شما میبینین است که روز اول چک میکنین تروپونین بلند است، سیکایمبی پایین است. 3 روز بعد چک میکنین که تروپونین بلند است، سیکایمبی هم دوباره بلند شده. ای به ایمان است که شخص مایکاردال انفارکشن دومی را هم سپری کرده، چون دفعه دوم باعث بلند رفتن سیکایمبی شده. دو نوع مایکاردال انفارکشن داریم: ST elevated مایکاردال انفارکشن و نان ST elevated مایکاردال انفارکشن. ST سگمنت شما میفهمین در گراف ECG وجود داره. وقتی که گراف مریض میگیرین، اگر سگمنت ST بلندتر از خط بیزلاین قرار داشت، میگن که ST elevated مایکاردال انفارکشن است و ای از لحاظ پاتولوژی ترانس میورال انفارکشن است. یعنی ترانس میورال چی معنا میده؟ که تمام طبقه قلبی مصاب به انفارکشن شده. هر 3 طبقه قلب انفارکشن پیدا کردن، هم اندوکارد، هم مایکارد، هم اپیکارد. و نان استی الیویتد مایکارد انفارکشن حالتی است که انفارکشن فقط در طبقه سب اندوکاردیال وجود داره، سایر طبقات نرمال هستند. کتابا نان استی الیویتد خوبتر است نظر به استی الیویتد. خب درگ استراتژی ما شما به خاطر تداوی مریضای انجینا کی می باشه؟ ما شما تمام دواهای زیر صحبت کردیم، حال فقط یک مرور خلاصه می داشته باشیم از اینکه کدام دواها را در مریض انجینا ما شما استفاده کنیم. دوای اول ما شما بتا بلاکر است. شما می فهمین که انجینا زمان به وجود میاد که حرکات قلب زیاد شود. پس ما شما توسط بتا بلاکر هم حرکات قلب کم می سازیم، هم تقلصیت شد. و این معنا که به قلب میگیم که آرام باش و به خون کمی که برات میرسه گزاره کن و اصلا تقاضایت بلند نبر. به می شکل ما شما بیلانس عرضه و تقاضا را دوباره برقرار میسازیم. دوم کلسیم چینل بلاکرها را استفاده میکنیم. کلسیم چینل بلاکر شما از درس فرط فشار خون به یاد دارین که دواهایی بودن که حرکات قلبی را کم میساختن و در این صورت
اویه را دایلیت می ساختن. پس این خوبیشی شد که هم قلب حرکاتش کم ساخت و در این صورت اویه را هم متوسط ساخت. ارگانیک نایتریت، نایتریت ها هستند که به خاطر دایلیت کردن ورید استفاده میشن اصلا، یعنی ورید ها را دایلیت میکنن. شما میفهمین وقتی که ورید دایلیت شد، وینوس ریتورن به طرف قلب کاهش پیدا میکنن، در نتیجه پریلود قلب کم میشه. وقتی که پریلود کم شد، قلب خون کمتر را پمپ میکنه، یعنی کار قلب کم میسازین. و سودیم چنل بلاکر ها ما شما در بخش آنتی آریتمی خوانده بودیم که باعث کاهش ریتم قلب میشن. در این تصویر هم شما میبینین که در کدام حالت ها کدام دواها را شما به مریض باید استفاده کنین. مثلا اگر مریض انجینا داره و دیگه کدام مشکل نداره، شما از این دواها استفاده میکنین. اما اگر مریض انجینا داره، در پهلویش یک امای هم سپری کرده، از این دواها استفاده میکنین. مریض اگر اسما و سی او پی دی داشته باشه، دواهایش مشخص است، هایپرتنشن، دیابتیک و مشکلات کلیه اگر داشته باشه، ما شما از این دواها استفاده کرده میتونیم. و در اینجا به شما نشان داده شده که چگونه ما شما مریض تداوی میکنیم. مریض یک استیبل اسکمیک هارت دیزیز داره، یعنی یک استیبل انجینا داره. وقتی که سابلینگوال نایتروگلیسرین میگیره، مریض هم اعراضش کمتر یا خوب میشه. سابلینگوال چرا میگیره؟ به خاطر از اینکه اویه‌ای که در تحت زبان قرار داره فوق العاده زیاد است، دوا سریع جذب میشه نظر به اینکه شخص اورال بگیره. وقتی که مریض نایتروگلیسرین اورال میگیره، اول باید از اما جذب شوه، در کبد متابولیزم شوه، بعد از او داخل خون میره، یک مدت زیاد میگیره. اما وقتی که سابلینگوال میگیره، مستقیم از طریق وریدهایی که در تحت زبان وجود داره نایتروگلیسرین جذب میشه و داخل دوران خون میشه، اویه را دایلیت میکنه، پریلود کم میشه، حرکات قلب کم میشه، به خاطر از اینکه فشار روی قلب کم میشه. ما و شما میشه که در پهلوی نایتروگلیسرین و مریض بتا بلاکر هم بتیم. بتا بلاکر چرا میتیم؟ چون شما میفهمین که ریسک فاکتور انجینا استرس کردن است و به مریض همیشه شما میگین که استرس و از جگرخونی دور باش یا از هیجان شدن دور باش. اما این توصیه ما اکثرا جواب نمیده. به خاطر ما شما به شکل وقایوی از بتا بلاکر استفاده میکنیم تا اینکه حرکات قلب مریض کمتر باشه. اگر بتا بلاکر نشد، باز ما شما به خاطر تاثیرات خوب میشه که از لانگ اکتینگ نایتریت استفاده کنیم و یا هم از کلسیم چینل بلاکر ها. اگر اینا مفید نبود، باز از رنولازین استفاده میکنیم که یک دوای سودیم چینل بلاکر است. در این تصویر ما شما مفصل صحبت میکنیم روی دواهایی که گفتیم. بتا بلاکر ما شما تقریبا چند بار در این سلسله ویدیوها مطالعه کردیم. بالای قلب از طریق آخذه بتا 1 تاثیر میکنه، باعث برادیکاردی میشه و همچنان بالای اویه تاثیر میکنه، باعث وازو دایلیشن میشه. ساید افکتش چی است؟ کاردیوواسکولار دپرشن، کاردیوواسکولار دپرس میکنه چون حرکات قلب کم میکنه. خستگی با وجود میاد، سکشوال دیسفانکشن با وجود میاره و ال دی ال و تریگلیسیرید بلند میبره. به می خاطر کسایی که دیابتیک باشن، کسایی که دیسلیپیدمی ها داشته باشند، در او اشخاص ما شما بتا بلاکر استفاده نمی کنیم. در اینجا حالت هایی است که ما شما باید احتیاط کنیم در استفاده بتا بلاکر. کسایی که اسما داشته باشند، کسایی که وزو سپاستیک دیساردر داشته باشند و کسایی که دیابتس داشته باشند، در این کسایی باید ما شما بتا بلاکر به احتیاط استفاده کنیم. به خاطر از اینکه مثلا در اسما از طریق نهی آخذه بتا 2 باعث برانکو کانسترکشن میشه. وازو سپاستیک دیساردر چون شما میفهمین آخذه بتا 2 وقت بلاک شد، باعث وازو کانسترکشن میشه، پس شما اسپازم بیشتر میسازید. در اشخاص دیابتیک شما میفهمین که وقتی شخص دیابتیک انسولین خود میگیره، امکان داره انسولین را به هایپوگلایسیمی برسانه، یعنی گلوکوزش پایین ببره. باز این شخص وقتی که گلوکوزش پایین میره، تاکیکاردی پیدا میکنه، اعراض سیستم سمپاتیکش فعال میشه، باز خودش میفهمه که من این وقت باید پس دوباره گلوکوز بگیرم. اما شما اگر بتا بلاکر داده باشین، حرکات قلبش زیاد نمیشه، اعراض سمپاتیک با وجود نمیه، شخص نمیفهمه که من هایپوگلایسیمیک شدم. در نتیجه شما حمله هایپوگلایسیمی را ماسک میکنین، یعنی پوت میکنین و این شخص میشه که در خطر سقوط یا در خطر حالتهایی که ناشی از هایپوگلایسیمی با وجود میه بیشتر قرار بگیره.
کلسیم چنل بلوکر ما شما گفتیم که ال تایپ کلسیم چنل در قلب و اویه وجود داره. در قلب وقتی که بلوک میشه حرکات قلب کم میشه، در نتیجه کاردیاک آوتپوت کم میشه و در اویه باعث دایلیت شدن اویه میشه، یعنی تی پی را کاهش میده. دواهایی که به خاطر قلب استفاده میشه وراپیمیل و دلتیازیم است و دواهایی که تی پی را کاهش میده کلسیم چنل بلوکر ها در مجموع میباشند که میفهمین داخل نامشان دیپینز می داشته باشه، مثلا املو دیپین، نیفی دیپین و سایر دواهایی که وجود داره. در این تصویر شما میبینید اگر هدف ما شما آرام ساختن قلب بود از وراپیمیل استفاده میکنیم، اگر هدف ما شما کاهش فشار خون از طریق وضع و دایلشن بود از ادویه دیپین استفاده میکنیم. دلتیازیم یک دوایی است که تاثیرات بین البینی داره. استفاده کلسیم چنل بلوکر ما شما گفتیم که در هایپرتنشن استفاده میکنیم، در انجینا و در انتی اریتمیکس. چون ما شما دواها را قبلا مطالعه کردیم، فقط گذاری مرور میکنیم. باعث ریفلکس تاکیکاردی شده میتونه، چون میفهمین فشار را کاهش میده، سیستم وازوموتور فعال میشه و باعث بلند رفتن فشار میشه. جنجیوال هایپرپلیژیا را به وجود میاره و کانستیپیشن یا قبضیت هم به وجود آورده میتونه. ارگانیک نایتریت دوای سومی است که ما شما در درس‌های قبلی مطالعه نکردیم. در این درس ما شما مطالعه میکنیم که تنها اینا ورید دایلیت میکنن. پیشتر گفتیم که اینا وین رو دایلیتور هستن و تاثیرشان بالای شیریان کمتر است. وقتی که ورید دایلیت میشه بازگشت خون به طرف قلب کم میشه، در نتیجه پریلود کم میشه. وقتی که پریلود کم بود قلب خون کمتر پمپ میکنه، قلب کارش کمتر میشه و به خون کمتر که برش میرسه کفایت میکنه. دواهایش نایتروگلیسرین است، ایزوزربایت داینایتریت است و ایزوزربایت مونونایتریت. تفاوتشان در دیورشن شان است، یعنی نایتروگلیسرین یک دوای هست که کوتاه مدت است، ایزوزربایت داینایتریت یک دوای طولانی مدتش میباشد. خب میکانیزم عمل نایتریت ها چی است؟ چگونه عمل میکنند؟ وقتی که نایتریت شما توصیه کردین اینا میرن نایتریک اکساید فعال میکنند و شما میفهمید که نایتریک اکساید از طریق سیکل جی ام پی عمل میکنه و باعث دی فاسفوریلیشن مایسین لایت چین میشه، یعنی مایسین از اکتین جدا میسازه. وقتی که مایسین از اکتین جدا شد، در نتیجه عضلات استرخا میکنن و عضلات ملسایی که در اویه وجود داره استرخا کرد، خود اویه دایلیت میشه. سودیم چنل بلوکر دوای دیگه است که اگر با سایر دواهایی که ما شما بیشتر مطالعه کردیم مریض جواب نمیده، ما شما باید از سودیم چنل بلوکر استفاده کنیم. این دوایی است که فیز 4 نهی میکنه، فیز 4 در اکشن پتانسیل نهی میکنه. شما باید دارین که اکشن پتانسیل حجره قلبی 5 فیز داشت، فیز 4، فیز 0، 1، 2 و 3. فیز 4 زمانی بود که حجره پتانسیل از رستینگ ممبرین به تریشولد میرسید که فاست سودیم چنلز باز شود و این فیز 4 زمان کمتر از بربر می گرفت. وقتی که شما سودیم چنل بلوکر به خصوص رنولازین به شخص میتین، این فیز 4 زمان بیشتر می گیره، یعنی زمان بیشتر می گیره که حجره از رستینگ ممبرین به طرف تریشولد برسه. وقتی که زمان بیشتر گرفت، پس اکشن پتانسیل طولانی میشه و حجره در زمان بیشتر تقلص میکنه، در نتیجه ریتم قلب کم میشه، هارت ریت کم میشه و شخص قلبش آرام میشه. در این تصویر هم شما تمام دواهایی که به خاطر مریضان انجینا و سایر امراض استفاده میشن همراه با ادورس افکت و انتراکشنشان میبینید. با شکل خلاصه ما شما میگیم که انجینا یک حالتی هست که ناشی از کمبود جریان خون به مایکارد وجود میاد. شما اصلا تداوی سببی باید کنین، علت امو بندش باید پیدا کنین. در صورتی که علت بندش قابل تداوی باشه او را تداوی میکنیم، در غیر صورت ما شما تداوی عرضی میکنیم، فقط اعراض مریض خوب میسازیم. توسط بیتا بلوکرها هارت ریت و کانتراکتیلیتی را کاهش میدیم، توسط کلسیم چنل بلوکرها هم هارت ریت کم میسازیم، هم اویه را دایلیت میکنیم، توسط ارگانیک نایتریت وریدها را دایلیت میکنیم، در نتیجه پریلود کم میشه و توسط سودیم چنل بلوکرها ما شما فیز 4 را کم میکنیم که ریت قلب کاهش پیدا میکنه.